دوستای عزیز سلام، اصیل هاشمی هستم، با یک درس نو در حضور شما قرار دارم. امیدوارم صحتمند و دور از گزند روزگار باشین. در درسای قبل شما زیاد در مورد سرجر و یا اوورلاک شنیدین. بنان خواستم در این درس شما را با این ماشین و عمل کردش آشنا بسازم. و این سرجر که میبینین تقریبا اضافه تر از 20 سال عمر داره و این زمانی که من اصلا توانای خریداریش نداشتم توسط برادر شوهرم هاشم جان ناظری به ما هدیه شده بود که جا داره که از ایشان هزار سپاس نمایم، چون دمی مدت در کارم زیاد سهولت ایجاد نمود و علاقه مندی ما در این هنر بیشتر و بیشتر ساخت. بنابراین مشوره ما به شما علاقه مندان ایست که در صورت امکانات اگر از این سرجر بخرین یا داشته باشین، این در کارتان بسیار سهولت ایجاد میکنه و این علاقه مندیتان مثل ما بیشتر و بیشتر میشه و کارتان، نتیجه کارتان این روز به روز بهتر و صفاتر دیده میشه. خب حالا میریم به معرفی از این ماشین. یک قسمی که میبینین این هم جای برقش است و یک قسمی که هم جای سویچ است که توسط روشن و خاموش میشه و این هم چرخ دستیش است که توسط چرخ دستی این سوزان ها بالا و پایان میشه. زمانی که بخواین سوزان ها رو تاراندازی کنین باید توسط از این چرخ سوزان بلند کنین از جایش و تاراندازی کنین. و این قسمت که میبینین جای درجهش است که درجه کوکا است که نظر به پارچه و نظر به دختای مختلفی درجه زی تغییر میکنه. و این جایی را که میبینین جای قسمت تارش است، جای تار است که از چهار تار و استفاده میشه و میتونین از سه تار هم استفاده کنین. خب نظر به دخت است، نظر به انواع دخت های تارا را تغییر میدین. خب این قسمت هم که میبینین جای درجه خود تنشن یا درجه ماشین است که تارا از این قسمت عبور میکنه و قسمت پایینه که میبینین قسمت است که و این هم رهنمای تار اندازیش است. قسمت که میبینین که بسیار به سادگی فقط امی هر تار با رنگ های مختلف به حساب رهنمایی شده که چه قسم میتونین تار اندازی کنین. چون هر ماشینی که شما خریداری کنین هر سرجر از شامل یک کتاب رهنمایی باشه، کتاب رهنمایی شما را زیاد کمک میکنه در قسمت تار اندازیش. و یک قسمت که میبینین جای چاقوی ما این سرجر است که دو نوع چاقو داره، یک چاقوی بالاییش است و یام یک چاقوی پایینی است که هر دویشان در وقت زمانی که در تقاطع قرار میگیرن هم تارای اضافی قیچی میشه و یا پارچه را میتونین توسط این قطع کنین و یکان وقت نظر به گزینه هاست. اگر فردان بخواین از قاط باریک استفاده کنین دو صورت، یا سر چادر تانه سرچ کنین یا با این چاقوی بالایی را دیگه بالا ببرین چون استفاده نمیشه، تنها از چاقوی پایین استفاده میشه. خب اینجا هم قسمت های جای سوزنش هست که دو سوزن داره و نظر به نویت کار است که اگر فرزان بخواین از چهار تار استفاده کنین یا دو سوزنشه و اگر بخواین از سه تار استفاده کنین فقط باید یک سوزن آخری ره در قسمت قاط باریک باید سوزن از جایش بلکل جدا کنین بکشین. خوب این بود و این قسمتی که میبینی گزینه رو که میبینین جای به نام دیفرنشیل فید یاد میشه که نظر به تکای نویت تکه فرق باید درجهش تغییر کنه. فرن اگر بخواین که تکای دمدار یا تکایی که بسیار چیز به حساب زیاد و خود بازو رو باید طرف پایان بیارین و اگر بخواین که تکی رو که بخواین یک کمک به اون نرمی بدین یا در قسمت سرچ کردنش باید چی رو بالا میبرین. خوب این بود این قسمت های ماشین. حال میریم شما را و ببخشین قسمت هم جای بازوی ماشین است که اگر بخواین که زمانی که میخواین یک
دهن آستینه یا دهن بلجستانه اگر بخواین سرچ کنین، و چون دهن از او قطرش بسیار خرد میباشه نمیتونین که با استفاده از این بازو او را سرچ کنین. به این شکلی را بازوی شینتان جایش به جای میکنین و به این شکل سرچ میکنین خود دهن آستین یا دهن برجستانه به این شکل. خب حالا میریم در قسمت گزینه های از این ماشین که توسط از این ماشین شما چی کارهایی را میتونین انجام بدین. خب گزینه اول یا عمده از این ماشین سرج یا پوشش امی درز مایه است که توسط از این ماشین تمام درز مایه تانه چی درز بسته باشه یا چی باز باشه این به این شکل میتونید سرچ کنین و تمام تارای اضافی شه قطع میکنین که نه تنها پوش میکنه درزه بلکه امو تارای اضافی. معمولا وقتی که از قایچی دستی استفاده میکنن یکای وقت یکان عوارض در جریان برش پیدا میشه که توسط از این ماشین میتونین امو عوارض با سرچ از بین ببرین و قیچی کنین. جایی که درز مایه فرزن زیاد باشه کم باشه میتونین رو توسط از ماشین اصلاح کنین و میتونین که از چهار تار در تکای زخیم معمولا از چهار تار استفاده میشه به این سرچ یا اوورلاک درز مایه و در تکای باریک یا تکای نازک از سه تار میتونین استفاده کنین که نظر به انتخاب خود شماست. و همچنان این ماشین نه تنها درزها را پوش میکنه بلکه تکای جرسی تماما با این ماشین با این سرجر دوخته میشه. یعنی درزهای چی درز سرشانه باشه چی درز دور قول یا درز بغل همش توسط از این ماشین دوخته میشه. قسمی که جایی میبینین نمونه را که میبینین این تمام یعنی در درز سوزن آخر که است درز راست میدوزه که هم زمانه هم میدوزه و هم به حساب سرچ میکنه. یعنی تمام درز تکای جرسی توسط ماشین دوخته میشه و سرچ میشه. و گزینه عمدهش که بر ما شما مردم افغان چون زیاد از چادرگاه استفاده میکنیم اینمی سر چادره که میتونه توسط از این ماشین بدوزین یا سرچ کنین. قسمی که میبینی این نمونهش است و بیشتر فراموش کردم که در قسمت این صفحه فلزی این صفحه است که زمانی که بخواین سر چادر یا شالتانه دورشه یا سرچ کنین یا به حساب یا قاطع باریک بدین از این صفحه فلیزی رو تغییر میتین. این صفحه که یست در جایش میمانین و همون چاقوی بالایی رو بالا میبرین و سر به سادگی و یک سوزن آخری رو باید از جایش به جای کنین چون در وقت قاطع باریک یا سر چادر باید این سه چیز در نظر بگیرین که باید سوزن آخر از جایش به جای کنین، صفحه های فلیزی رو تغییر بدین و چاقوی بالایی رو بالا ببرین. خب بر علاوه از این کارهایی که با این ماشین میتونین بکنین میتونین توسط از این ماشین جای اگر بخواین که اگر چین بدین کدام قسمت از لباستانه میتونین به بسیار سادگی توسط از این ماشین اینه به شکل چین میتین. و زمانی که چین میتین فقط هم یک تار آخره یعنی سوزن آخره میتین به شکل کش کنین و چین مقبول و منظم بردان بسازین. و در پولیزو میتین توسط از این سرجر لاشتک اگر استفاده کنین لاشتک در قسمت به شکل لاشتک در زیر پارچیتان قرار میتین و سرج میکنین که هم نمونی لاشتک است. خب این بود کارهایی که میتونه توسط این ماشین انجام بدین. خب دوستای عزیز این بود درس امروز ما. تا دیدار بعدی خداحافظ شما. شب روز به کامتان باد.